به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید جور سالم و صحتمند باشید و مکتب هادی خوش آمدید قبل از اینکه وارد مضمون فیزیک سنف نهم شویم قصد داریم که شماره واتساپ خودمانم به شما اعلام کنیم این شماره را یادداشت کنید شماره هست دو سفر 964 780 255 40 شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید خب شاگردای عزیز فصل دوم با موضوع احتزازات امواج و صوت جلسه قبل شروع کردیم در این جلسه قصد داریم که در رابطه با امواج با شما عزیزان صحبت کنیم اما یک مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در جلسه قبل ما در رابطه با حرکت احتزازی صحبت کردیم گفتیم که یک حرکت رفت و برگشتی یک حرکتی که تکرار شونده هسته ما به این حرکت میگیم حرکت احتزازی مثل چی؟ مثل تکان خوردن مثل تکان خوردن یک گهواره دیگه مثل چی؟ مثل پاندول ساعت دیگه مثل یک شخصی که یا یک طفلی که روی گازک در حال بازی کردن هست همه این حرکات حرکات احتزازی رو به ما نمایش میدن در ادامه در رابطه با مشخصه های یک حرکت احتزازی صحبت کردیم مثلا پریود گفتیم یا زمان تناوب گفتیم اون مدت زمانی که طول میکشه که یک رفت و برگشت کامل انجام شوه به این میگیم که پریود یا زمان تناوب که با تی نمایش میدادیم واحد اندازه گیریش هم ثانیه بود فریکونسی رو گفتیم گفتیم تعداد احتزازات در یک ثانیه مفهوم فریکونسی که واحد اندازه گیری هم در فیزیک هرتز است در ادامه گفتیم که بین فریکونسی و زمان تناوب یک رابطه معکوسی وجود دارد اما در این جلسه قصد داریم و در رابطه با امواج صحبت کنیم اما یک مسئله حل کنیم در رابطه با پریود رقاصه که یک یادآوری برای ما شود فرمولی که برای شما در جلسه قبل گفتیم خب فرمول محاسبه پریود یک رقاصه ساده به چی صورت بود؟ فرمول شما بگین فرمول به این صورت بود دیگه میگفتیم که تی مساوی میشه با دو پای جزر ال بر جی دیگه که ال طول تار رقاصه بود دیگه این فرمول رو گفتیم یک مثال ساده حل کنیم میگه که یک رقاصه داریم که طولش برابر با صفر یک متر هست گفته پریود رقاصه رو برای ما حساب کنید خب در جلسه قبل گفتیم در فرمول شما کافیه که جایگذاری را انجام بدین میگیم که تی مساوی میشه با دو ضرب در پای قیمتش همیشه حفظ باشید دیگه سه اشاریه چارده ها. تحت جزم میریم ال به ما داده صفر اشاریه یک جیرم قیمتش که میدانیم برابر با ده این دوتا قیمت همیشه یادتون باشه دیگه شاید در سوالات این قیمت به ما نداد پای سه اشاریه چارده ها. و جی هم که قیمتش ده هست دیگه خب حالا حل میکنیم دیگه اگر شما این در رو به صورت انتقال بدین تحت جذب شما برابر با صفر اشاره صفر یک میشه اگر جذب بگیرین شاگرده عزیز کلن قیمت ما برابر با صفر اشار یک میشه ضرب انجام بدین تیم مساوی میشه با دو ضرب در سه اشار ضرب در, در صفر اشار یک چون تحت جذب ما شد صفر اشار یک خب دور ضرب کنید دو ضرب در چار برابر با هشت دو ضرب در یک دو دو ضرب در سه هم که برابر با شش میشه دیگه خب دو تا اشار اینجا داریم یک هم اینجا داریم میشه سه تا اشار صفر اشاری از 628 واحدش چیه؟ واحدش هم که ثانیه هست پس این شد پریود رقاصه ساده ای که طولش برابر با صفر اشاری یک متر هست اما یک سوال اینجا مطرح کنم ببینیم که شما درس چقدر خوب فهمیدین جلسه قبل اگر ما طول چهار برابر کنیم چه اتفاق میفته خب شما نگاه کنید وقتی میگیم طول چهار برابر میکنیم در واقع ال برابر با صفر اشاری چهار متر میشه دیگه چون طول ما چهار برابر کردیم وقتی طول چهار برابر میکنیم میبینیم که میخوایم بررسی کنیم که پریود رقاصه ساده چه تغییر میکنه خب شما همین فرمول رو در نظر بگیرید یه قسمت پاک میکنیم ادامه فرمول دوباره می‌نویسیم. می‌گیم میگیم تحت جذر به این صورت قرار میدیم طول ما این دفعه هست صفر اشاریه چهار جم که دهه خب شما اگر جذر بگیرید برابر با صفر اشاریه دو میشه دیگه خب دوباره ضرب انجام میدیم میگیم که دو ضرب در دو چار میشه چار ضرب در چار شانزه یک داریم چار ضرب در یک چهار چار ضرب در سه هم که برابر با دوازده میشه دیگه است یک بار دیگه ضرب کنیم چار ضرب در چار شانده، یک داریم چار ضرب در یک چهار با یکی برابر با پنج میشه و چهار ضرب در سه هم که برابر با دوازده میشه خب یک اعشاریه اینجا داریم دو تام اینجا داریم برابر با سه میشه میشه یک اشاریه دو سد و, و شش سانیه اگر این مقایسه کنیم با حالت قبلی میبینیم که پیرود شما دو برابر شد دیگه پس اگر شما طول چار برابر کنید پریود شما دو برابر میشن اما اگر شما کتله را چار برابر کنید ده برابر کنید آیا تأثیری داره در پریود خیر چون شما طبق فرمول نگاه کنید فقط پریود یک رقاصه ساده به طول تار و شتاب جاذبه بستگی داره این شد از مروری بر درس جلسه قبل قصد داریم که در رابطه با امواج صحبت کنیم شاگرد عزیز خب شما گاهن کنار آب رفتید دیگه وقتی کنار آب مرندی سنگ داخل آب پرتاب میکنید یک صحنه بسیار جالبی روی شکل هم شما میبینید یک صحنه بسیار جالبی ایجاد میشه ما به اینها میگیم موج در واقع بر اثر به وجود آمدن اختلال در یک محیط موج تولید میشه موج در واقع همان انتقال احتزازات در یک محیطه که باعث میشه انرژی از یک جای به جای دیگه منتقل شود. امواج در زندگی روزمره زیاد دیدیم دیگه مثلا امواج صوتی ما صوت از طریق امواج هسته که میشنویم یا ارتباطاتی که امروز در وجود داره تلفن های ما از طریق امواج رادیویی کار میکنن یا امواج زلزله و خیلی از امواج های دیگه که در دوربر ما وجود داره اینها نمونه های از امواج هستن خب شما به عنوان یک کار خانگی چند نمونه امواج پیدا کنید در دور و به شماره 2964 780 255 چیل برای ما روان کنید تا ببینیم که در اطراف شما دیگر چی امواج وجود داره یک نکته بسیار مهمی که در قسمت امواج وجود داره اینه که در محیطی که موج ایجاد میشه این اختلال که حرکت میکنه و ذرات محیط اصلا منتقل نمیشه اشتباه نکنید فقط اختلال منتقل میشه حالا یک مثال بزنیم شما با موضوع بیشتر آشنا شوید به تخت سیاه نگاه کنید فرض کنید که شما یک تناب دارید یک سر تناب به دیوار بستن میکنید این دیوار مایه؟ خب شما یک سر تناب به دیوار بسته کردید یک سر دیگه آزاده و در دستان شما قرار داره خب شما یک نقطه روی تناب در نظر بگیرید مثلا با رنگ سرخ این نقطه را مشخص کنید برای خودتان وقتی که شما در این قسمت قرار میگیرید و با دست خودتان تناب به حرکت در میارید، در واقع حرکت احتیازی ایجاد میکنید یک موجی در ای تناب ایجاد میکنید خوب که مشاهده میکنید میبینید که این نقطه که روی تناب شما با رنگ سرخ نشان داده بودین این فقط به سمت بالا و به سمت پایین حرکت میکنه و این نقطه حرکت نمیکنه به یک قسمت قرار بگیره یا به یک قسمت قرار بگیره سیسته؟ پس میگیم فقط اختلال حرکت میکنه و از ذرات محیط منتقل نمیشه یک آزمایشه که شما میتونید انجام بدین تا به این نقطه پی ببرید اما ما می قصد داریم که در رابطه با انواع امواج صحبت کنیم از یک تقسیم بندی اگه انجام بدیم امواج به دو دسته تقسیم میشن امواج مکانیکی داریم و امواج الکترومغناطیسی امواج مکانیکی امواجی هستند که برای تولید و انتشار نیاز به محیط مادی دارن مثل چی؟ مثل امواجی که روی سطح آب ایجاد میشه مثل امواج سوتی اینها برای تولید و انتشار حتما نیاز به محیط مادی دارند. اما امواج الکترومغناطیسی مثل امواج نور یا اشعه ماورای بنفش که بعدا در سنفای بعدی با همه اینها آشنا میشیم امواجی هستند که برای تولید و انتشار اصلا نیاز به محیط مادی ندارن پس دو نوع موج داریم امواج میخانیکی و امواج الکترومغناطیسی شاگردای عزیز امواج چون حرکت میکنن دارای سرعت هستند حرکت امواج از نوع حرکت یک نواخت هستم. اگر ما بخوایم سرعت یک موجه دریافت کنیم فارمول داریم دیگه فارمولش چی هسته؟ میگیم که اگر شما فاصله بین منبع انتشار موج و محلی که موج در اون محل انتشار پیدا میکنه فاصلش بسنجین و این را تقسیم بر مدت زمان انتشار موج کنید سرعت انتشار را میتونید دریافت کنید مثال بزنیم وقتی که رعد و برق اتفاق میفته شما نگاه کردید که اول شما نور رو میبینید بعدش صدای رعد و برق میشنوید علت چی هستن؟ علت برمیگرده به همین سرعت انتشار موج در واقع شما امواج نوری چون سرعت بیشتری از امواج صوتی دارن شما اول نور رعد و برق میبینید و در ادامه صدای رعد و برق میشنوید این به چی برمیگرده؟ به سرعت انتشار موج دیگه که سرعت انتشار امواج شاهیدای عزیز در جامدات بیشتر از مایه و در مایه هم بیشتر از گاز ها هست. این هم به عنوان یک نکته حتما به یاد داشته باشید. از یک تقسیم بندی دیگه توانیم امواج به دو دسته امواج طولی و امواج ارزی تقسیم کنیم. اما اینا چی فرقی با هم دارن؟ خوب به شکل نگاه کنید. اگر قصد داشته باشیم که تفاوت امواج طولی و امواج عرضی را دریافت کنیم به شک نگاه کنیم یک فنر داریم اگر شما این فنر را به سمت عقب و جلو به احتضاز در بیارید سایست یعنی فنر شما به سمت عقب و جلو حرکت کنه می‌بینید که موجی شما موجی که در این فنر ایجاد شده به سمت جلو میره و این ذرات فنر هم به سمت چپ و راست حرکت میکنه به این امواجی که به ای قسم منتشر میشن میگیم امواج طولی اما امواج ارزی چی هستن؟ شما باز هم همان فنر را در نظر بگیرید این دفعه شما فنر را به سمت بالا و پایین به حرکت در بیارید باز هم موج شما به سمت جلو حرکت میکنه اما شما وقتی که به ذرات فنر نگاه کنید این ذرات فنر شما به سمت بالا و پایین حرکت میکنه چپ و راست نمیره. بالا و پایین میره این میشه امواج ارزی شما روی شکل هم با شما نشان دادیم شاید عزیز پس تفاوت شما یاد گرفتید امواج طولی ذرات به سمت چپ و راست میرن اما امواج ارزی ذرات ما به سمت بالا و پایین حرکت میکنن این میشه تعریف امواج طولی و امواج ارزی همه امواج دارای مشخصه هایی هستند که مشخصه ها را ما باید یاد بگیریم اولی مشخصه ای که باید یاد بگیریم طول موج هستن طول موج چی میشه؟ شما نگاه کنید به تخت سیاه نگاه کنید اگر ما حرکت یک موجه بخوایم رسم کنیم مثلا موج ما به این صورت حرکت کرده حرکت موج مثلا به این شکل است ما طول موج ها چی تعریف میکنیم؟ میگیم که طول موج میشه فاصله بین دو قله متوالی یا فاصله بین دو دره متوالی این میشه طول موج طول موج هم با حرف یونانی لاندا نمایش میدیم سه شد؟ یا بهتر تعریف کنیم میگیم فاصله ای که موج در یک دوره یا در یک پریود تایم میکنه این میشه یک دوره دیگه فاصله ای که موج در یک دوره تایم میکنه برابر با طول موج هسته که با حرف لاندا هم نمایش میدیم واحد اندازه گیر طول موج چیه؟ واحد اندازه گیر طول موج شاگردهای عزیز متر هسته یادتون باشه پس فاصله بین دو قله متوالی یا دو دره متوالی برابر با طول موج یا تعریف علمی دقیق فاصله که موج در یک دوره تای میکنه برابر با یک طول موج هسته که واحد اندازه گیر طول موج هم متر هسته یکی از انواع امواجی که وجود داره امواج صوتی هستن خب امواج صوتی چه قسمی ایجاد میشن در واقع امواج صوتی شاگردای عزیز از اهتزاز تارهای صوتی حنجره یا از اهتزاز یک جسم ببخشید از اول در واقع امواج صوتی از اهتزاز تارهای صوتی حنجره یا از اهتزاز یک جسم ایجاد میشن سوال از شما پرسان کنم به نظر شما امواج سوتی از نوع امواج طولی هست یا امواج عرضی از نوع امواج طولی هست و امواج سوتی از نوع امواج مکانیکی به حساب میاد نه از نوع امواج الکترومغناطیسی چرا؟ چون برای انتشار حتما نیاز به محیط مادی داره و جالبه بدانید که انسان ها همه اه امواج صوتی را قادر به دریافتش نیستن فقط امواج صوتی که بین 20 تا 20 هزار هرتز فریکوینسی داشته باشن انسان میتونه دریافت کنه یعنی کمتر از 20 هرتز نمیشنوید بیشتر از 20 هزار هرتز هم برای گوش انسان ضرر داره دیگه. پس بین 20 تا 20 هزار هرتز انسان میتونه دریافت کنه واحد گیری طول صوت شاید های عزیز دیسیبله که با دی و بی نمایش میدیم مثلا یک پرنده وقتی که در حال آواز خواندن هسته طول صوتش 20 دیسیبله یا یک تیاره در نظر بگیرید این تیاره وقتی که از زمین بلند میشه این صوتی که ایجاد میکنه او سرصدایی که ایجاد میکنه برابر با 130 دیسیبله پس واحد اندازه طول صوت چی میشه دیسیبل شما در همین حد کافیه بدانید و در سنف های بعدی باز بیشتر با واحد طول سعود آشنا میشیم خب شاید عزیز یک سوال مطرح کنیم ببینیم که درس فامیدید یا خیر طریقه انتشار امواج سعودی در هوا به چه صورت است؟ ارزی و طولی؟ ارزی؟ طولی؟ یا نه امواج به صورت ساکن است؟ کدام یک میشه؟ آفرین بر شما گفتیم که امواج صوتی از نوع امواج مکانیکی و طولی هستند سوال بعدی را به عنوان کار خانگی برای شما در نظر می گیریم سرعت صوت در کدام یک از مواد زیر بیشتر بخار آب یخ یا برف جواب سوال به شماره 2964 780 255 چل سیزده برای ما روان کنید تا ببینیم که کدام در کدام یک از موارد سرعت سود بیشتر هستند خب شاگردای عزیز درس امروز ما هم با موضوع موج خلاص شد ما در این درس با موج آشنا شدیم گفتیم هر اختلالی که در یک محیط ایجاد میشه تعریف موج هستن امواج به دو دسته مکانیکی و الکترومغناطیسی تقسیم میشن امواج مکانیکی برای انتشار نیاز به محیط مادی دارند اما امواج الکترومغناطیسی برای انتشار نیاز به محیط مادی ندارند خب تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم موفق پیروز و سربلند باشید